دوستای خوبم سلام من رضا هستم به کلاس درس خوش اومدید خب این دومین جلسه از مجموع ویدیوهای مربوط به مقاطع مخروطی هستش و امروز قراره که راجع به دایره بیشتر یاد بگیریم خب یادتون هستش که دایره چه مقطع مخروطی بود دایره مقطع مخروطی بود که از تقاطع ای که به محور مخروط عموده با اون مخروط به دست میومد خب همچنین توی جلسه پیش گفتیم که تعریف هندسی دایره مجموعه نقاطی هستش که از یک نقطه که به اون مرکز دایره میگیم مقدار ثابتی هست که به اون شعاع دایره میگیم و معمولا با حرف آر نشونش میدیم یعنی مثلا توی دایره که من اینجا براتون کشیدم اگه هر نقطه دلخواهی روی اون انتخاب بکنیم فاصلهش تا مرکز دایره آر هستش خب حالا بیایید با هم دیگه سعی بکنیم ببینیم میتونیم یه رابطه برای یه دایره ای که مرکزش مبدا مختصاته به دست بیاریم خب بیاید یه دایره با هم دیگه اینجا بکشیم و بعد محورهای مختصات رو هم مشخص بکنیم این محور X و این هم از محور وای خب حالا ما فرض کردیم که مرکز دایرمون روی مبدع مختصات قرار داره یعنی مرکز دایرمون مختصاتش هست چی؟ صفر و صفر درسته؟ خب حالا چه جوری ما میتونیم یه رابطه برای این دایره به دست بیاریم؟ بیایید یه نقطه دلخواه روی دایرمون انتخاب بکنیم و فرض بکنیم که مختصاتش هست x و y خب طبق تعریف فاصله این نقطه از مرکز دایرمون باید چقدر باشه برابر با شعاع دایره باشه که همون آر هستش خب رابطه فاصله دو تا نقطه از همدیگر رو یادتون میاد برابر با چی بود دی که فاصله دو تا نقطه از همدیگه هست برابر هستش با رادیکال خب ما داریم به فاصله نقطه x و y از مرکز دایرمون نگاه میکنیم خب مساوی است با رادیکال معلفه x نقطه اول منهای معلفه x نقطه دوم که صفر هستش به توان دو به علاوه معلفه y نقطه اول منهای معلفه y نقطه دوم که مساوی با صفر هستش به توان دو خب این رابطه فاصله نقطه x و y از فاصله نقطه صفر و صفر که مرکز دایره ما هست و به میده و ما میخوایم که اون برابر با چی باشه؟ برابر با شعاع دایره که آر هستش باشه خب x منهای های صفر برابر با چیه؟ برابر با x پس ما اینجا داریم رادیکال x به توان دو y من های صفر هم که مساوی با خود y هستش پس y به توان دو مساوی هستش با R حالا میتونیم دو طرف این رابطه رو به توان دو برسونیم و در نتیجه خواهیم داشت X به توان دو به علاوه Y به توان دو مساوی هستش با R2 خب این رابطه کلی دایره به شعاع R هستش که مرکزش مبدع مختصاته به عنوان مثال ما اگر رابطه دایره رو بخوایم به شعاع R مساوی دو و مرکز مبدع مختصات رابطش چی خواهد بود؟ x به توان دو به علاوه y به توان دو مساوی هستش با دو به توان دو که میشه چهار خب حالا که ما تونستیم رابطه دایره به مرکز مبدع مختصات رو به دست بیارید بیاید با هم یه قدم بریم جلوتر و سعی کنیم رابطه دایره رو به دست بیاریم که مرکزش یه نقطه دلخواه توی صفحه x و y هستش خب بریم سراغی صفحه جدید و حالا اینجا با هم دیگه دایره ای رو میکشیم که دیگه مرکزش مبدع مختصات نیست در نتیجه فرض میکنیم که محور وای ما اینجاست و محور ایکس همون اینجاست خوبه؟ خب حالا فرض کنیم که مر... مرکز دایرمون این نقطه هستش که ما اسمش رو میذاریم C و مختصات نقطه C هست X مساوی 7 و Y مساوی 9 خب علاوه بر اون بیاید فرض کنیم که شعاع دایرمون مساوی با 6 هستش البته میدونم که شکلم رو خیلی درست نکشیدم با عددهایی که روش نوشتم اما فرض کنید که این عددها درست هستند پس مرکز دایره ما هست نقطه C به مختصات 7 و 9 و شعاع دایرمون هست R مساوی 6 خب بیاید با هم دیگه سعی بکنیم ببینیم میتونیم رابطه این دایره رو به دست بیاریم یا نه خب به من بگید چطور باید رابطه همچین دایره رو به دست بیاریم نظری داره کسی خب مثل دفعه پیش بیاید یه نقطه دلخواه روی دایرمون انتخاب بکنیم ما اسم مختصاتش رو بذاریم x و y و اون وقت طبق تعریف فاصله نقطه x و y از نقطه C که مرکز دایرمون هست باید چقدر باشه؟ 6 چون شعای دایرمون مساوی 6 خب حالا دوباره رابطه فاصله دو نقطمون که با دی نشون میدیم و می نویسیم فاصله نقطه X و Y از نقطه C مساوی هستش با رادیکال معلفه X نقطه اول منهای معلفه X نقطه C که هفت هستش به توان دو به علاوه معلفه Y نقطه اول منهای معلفه Y نقطه دوم که مساوی با نه هستش به توان دو خب این هست فاصله نقطه x و y از نقطه سی که مرکز مونه پس بعد مساوی با چی باشه؟ مساوی با شوهای دایره که 6 هستش خب این دفعه پیش بیایید هر دو طرف رابطه به توان دو برسونیم پس اون وقت به دست میاریم x من های 7 به توان دو به علاوه وای منهای های 9 به توان دو مساوی هستش با 6 به توان 2 که میشه 36 خب ما حالا تونستیم رابطه دایره ای به مرکز نقطه 7 و 9 و شعاع 6 رو بنویسیم خب حالا کسی از شما میتونه به من, من بگه که در حالت کلی اگر دایره ای داشته باشیم به مرکز نقطه C که مختصاتش x 0 و y 0 هست و شعاع دلخواه R اون وقت رابطه دایرمون چی میشه؟ خب فکر کنم همتون حد زدید دقیقا شبیه به همین رابطه ای میشه که اینجا داریم فقط کافیه که ما به جای عددهای 7 و 9 مختصات کلی نقطه C که X0 و Y0 هست رو جایگذاری کنیم و به جای عدد 6 جای کلی دایرمون که R هست رو بنویسیم و دقیقا میتونیم با استدلالی مشابه همون کاری که اینجا انجام دادیم رابطه کلی یک دایره به مختصات x0 و y0 رو به دست بیاریم که میشه x منهای x0 به توان دو YMN های به علاوه y منهای y0 به توان دو مساوی هستش با r به توان دو خب به این رابطه اصطلاحاً رابطه استاندارد یک دایره به مرکز x صفر و y صفر و شعاع آر گفته میشه که همتون باید به خاطر بسپریدش خب حالا برای اینکه یه کمی بیشتر با دایره آشنا بشیم من میخوام ازتون یه سوالی بپرسم فرض کنید که ما یک نقطه داریم به اسم P و مختصات نقطه پیمون هست 11 و 6 خب حالا من از شما میپرسم که آیا نقطه پی داخل ای که ما اینجا کشیدیم به مختصات مرکز 7 و 9 و شاه 6 آیا نقطه پی داخل این دایره قرار داره یا نه؟ چند ثانیه ای به این سوال فکر کنید ببینید که حلی به نظرتون میرسه خب چون وقتمون داره تمام میشه من جوابش رو سعی میکنم سریع بهتون بگم خب به چه شرطی نقطه پی داخل دایره ما قرار میگیره؟ درسته به شرطی که فاصله نقطه پی از مرکز دایره کمتر از شعاع دایره باشه هر نقطه ای که فاصلش از مرکز دایره کمتر از شعاع اون باشه داخل دایره است و هر نقطه ای که فاصلش از مرکز دایره بیشتر از شعاع دایره باشه خارج از دایره ما قرار می گیره. پس برای اینکه ما بتونیم بگیم که این نقطه P داخل دایره یا نه باید فاصلش رو تا مرکز دایره حساب بکنیم. خب بیاید اسم این فاصله رو این بار بذاریم L و L مساوی خواهد بود با فاصله نقطه پی تا مرکز دایره ما بلند بگید معلفه x نقطه اول منهای معلفه ایکس نقطه دوم که مرکز دایره مونه به توان دو به علاوه معلفه وای نقطه پی که هست شیش منهای معلفه وای مرکز دایره که هست نو به توان دو خب مساوی خواهد بود با چی؟ 11 منهای 7 میشه 4 به توان 2 علاوه 6 منهای 9 میشه منفی 3 به توان 2 پس این فاصله برابر خواهد بود با رادیکال 16 به علاوه منفی 3 به توان 2 میشه 9 که مساوی میشه با رادیکال چند آفرین 25 که مساوی 5 خب پس فاصله نقطه P از مرکز دایره ما مساوی 5 و 5 کوچکتر از 6 هستش که مرکز دایره ما است خب پس نقطه P داخل دایره ما میفته مثلا یک همچین جایی شاید باشه نقطه P درسته داخل دایره ما خب خیلی خوب پس ما توی این جلسه روابط مربوط به دایره رو یاد گرفتیم توی جلسه بعدی با هم دیگه چند تا تمرین بیشتر در مورد دایره حل می کنیم تا کاملا مفهومش برامون جا بیفته خدا حافظ.